این قسمت دوم نگاه کوتاه ماست به قرن 17 میلادی سالهای 1600 تا 1700 تو قسمت قبلی ایران و دنیای اسلام یعنی ایران و شرق و غربش رو سریع نگاهی کردیم این قسمت میخوایم بریم ببینیم که وقتی در ایران صفویه با شاه عباس اوج گرفت و بعد کم کم در ادامه قرن سرازیری رفت به سمت افول و وقتی که عثمانی داشت قرن تغییرات داخلی رو سپری میکرد و در کشورگشایی از شرق خورد به دیوار ایران و از غرب هم به دیوار هابسبورگ و وین بقیه اروپا چه خبر بود بقیه دنیای قدیم چه خبر بود دنیا البته فقط این ها نیست ما شرق رو داریم الان بهش نگاه نمی کنیم دیگه جا نمیشه اینجا و از دنیای جدیدم خیلی نمیگیم دنیای جدید فعلا هنوز اتفاق خاصی داره توش نمیفته به جز اینکه این, که این مستعمره چیا دارن میرن اونجا رو خاکش رو به توبره میکشن فعلا داریم تمرکز میکنیم رو دنیای قدیم من علی بندری هستم این کانال یوتیوب بی پلاس و اینجا درباره پنجکاوی هامون صحبت میکنیم در اروپا دوران خیلی دوران پر جنگ و درگیری به جز پنج سال پنج تا تک سال در واقع بقیه این قرن جنگهای بزرگ در جریان اروپا یعنی 95 سالش جنگه جنگ های خشن پرخون پرخیانت ما دو تا جنگ معروف داریم اون موقع در اروپا که اینا رو هم افتادن توی این دوره یکی جنگ معروف به جنگ های سی سال است یکی جنگ های هشتاد ساله است یا جنگ های استقلال هلند تاریخ اروپا البته از این جنگ های طولانی زیاد داره ما هم چون معمولاً اسم این سلسله های اون موقع رو اروپا رو خیلی بلد نیستیم حتی نمیتونیم درست بفهمیم کی داشته با کی میجنگیده شما رو به طرز می‌کنم، خودم عرض می‌کنم. و حتی یه اصول اولیه‌ای وجود نداشت مثلا جنگ تموم شد اینجا مرزه دیگه شما بعدش اینور مرز نه یا تو کار ما دخالت کن ما یه حاکمیت داریم این طرف مرز که دیگه اینجا میشه مثلا این کشور ما ما اینجا هر کاری بخوایم میکنیم از این چیزا نبود قبلا واقعا هر که هر جای هر کاری میخواسته میکرده بر همینم هم شاید جنگاشون انقدر طولانی بوده وسط قرن 17 ولی یه اتفاق بسیار مهمی میفته که در تاریخ اروپا از اون نقطه های خیلی مهم در تاریخ دنیا هم در تاریخ روابط بین الملل و دیپلماسی و سیاسی و مذهبی و خیلی خیلی نقطه مهمیه اثر دارم هست پیمان صلح وستفالیا بسته میشه ما درباره وستفالیا بعدا صحبت میکنیم چون خیلی مهمه منم دربارهش خیلی کنجکاوم الان زیاد نمیدونم منطقه وستفالیا در شمال آلمان دورتموند شهر معروفش دربارهش حالا بله بعدا صحبت میکنیم مذاکرات طولانی و پیچیده‌ای بوده 109 تا هیئت نمایندگی اومده بودن خلاصه خلاصش ولی اینه کار مهمی که این پیمان کرد یه کار مهمی که کرد بود که جنگ در امپراتوری مقدس روم رو بین هابسبورگ یعنی اتریش و و متحدین کاتولیک اینها از یک طرف و قدرت پروتستان اروپا مثل سوئد و دانمارک و البته فرانسه کاتولیک که متحد اینا بود ولی خیلی با هابسبورگ مشکل داشت جنگ بین اینها رو تموم کرد این یکی از دستاوردهای مهم سیاسی فوری وستفالیا بود. کی بسته شد این پیمان وستفالیا؟ 1648. این از مهمترین نقاط سیاسی قرن 17 در اروپا. اتفاق خیلی مهم دیگه استعمار آمریکاست به دست اروپایا و سرازیر شدن منابع ثروت از قاره جدید به اروپا و در نتیجه این تورمی که اینجا ایجاد کرد و البته این همه پول در اروپا مشکل ایجاد کرد برای کشورهای شرقی که دسترسی به این ثروت جدید نداشتن مخصوصا یک کشوری که اون موقع خیلی رونق گرفت و دوران طلاییش بود نیمه دوم قرن پیش و نیمه اول همین قرن 17 هلند تو ویدیوی قبلی یک کوچولو از اوجگیری نیروی دریایی هلند گفتیم وقتی قصه قرن 16 رو میگفتیم شرکت های مختلف هلندی اینا با هم رقابت میکردن اینا جمع شدن بعدن زیر یک اسم کمپانی هند شرقی هلند و رونق کار اینها شد دوران طلایی هلند در تجارت، در علم، در هنر و در قدرت نظامی معجزه هلندی هم میگن به این دوره این رشد هلند قدرتمند شدنش دلایل مختلفی براش میگن در واقع هم ایالت متحدی بود مجموعه ای از استان ها بودن اینا بعد از کلی جنگ و مذاکره و درگیری و اینها نهایتا تونسته بودن از امپراتوری اسپانیا خودشون رو مستقل کنن جدا بشن خط کشی مذهبی هم اونجا شده بود پروتستان بودن اینایی ای که از اون کاتولیک ها جدا شده بودن و بعد خب پروتستان دیگه که جاهای دیگه بودن توی همین امپراتوری رفته بودن به سمت شمال و یهودی های پرتغال و اسپانیا و فرانسه هم دیشون آمده بودن به اینها ملحق شده بودن و دلایل مختلفی میگم برای این رشد هلند در این دوران ذکر شده دوران خیلی مهمی هم هست شاید درباره اینم بعدا صحبت کردیم منابع انرژی ارزون بود در هلند همین مذهب پروتستان رو اخلاق کاری پروتستان رو خیلی دربارهش صحبت میکنن درست یا غلط میگن این ربط داشته نظام مالی جدید میگن اینجا اختراع شده حالا این اینجا موضوع صحبت به اشاره گفتیم بر ما مهمه که یکی از نکات قرن 17 همینه که هلندیا این موقع دوران طلاییشون رو داشتن اوج گرفتن دیگه از اسمها و اتفاقات آشنای قرن 17 بر ما چیه شکسپیر در اوایل همین قرن از دنیا میره گالیله دادگاهش در همین قرن برگزار میشه دادگاه معروف گالیله ژاپن گفتیم ما درباره ژاپن زیاد صحبت نمیکنیم چین و ژاپن اینجا جا نمیشه ولی اینو باید بگیم که در 1630 یعنی در نیمه اول قرن 17 ژاپن درهاش رو به روی دنیا میبنده این خیلی مهمه واقعا در دهه چهارم قرن 17 اروپا داره وارد عصر مدرن میشه زمان گالیله ژاپن کلا میاد رابطه رو با بقیه دنیا قطع میکنه میره در دوران ساکوکو بهش میگن 214 سال هم طول میکشه 214 سال نه خارجی را میدن تو ژاپن نمیذارن ژاپنی از ژاپن بره بیرون بره خارج خیلی اتفاق مهمیه و حالا اثراتش رو بعدا دربارش باید صحبت کرد در انگلستان هم تو همین قرن که اتفاق نادر و تاریخی میفته چارلز یکم پادشاه انگلستان و اسکاتلند و ایلند اعدام میشه به جرم اینکه با پارلمان و اینا مخالفت کرده بوده و مثلا مشروطه نمیخواسته بکنه قدرت رو سلطنت رو داستان خب داستان مفصلی اینم طبیعتا و حتی مدت انگلستان جمهوری میشه بعد از ایشون جمهوری البته به این معنی که مثلا شاه در کار نبوده و بله حکومت دیکتاتوری بوده اون آقای الیور کرامول که به جاش آمده بود خودش پارلمان رو بست کلی آدم رو هم خودش گردن زد و بعدم که ایشون مرد جمهوری جمع شد دوباره پادشاهی برگشت ایشون رو هم برای اینکه سرنوشتش درس عبرتی بشه رفتن جنازه‌شو از زیر خاک در آوردن و سر از بدن جدا کردن و کله رو زدن بالای یه میله‌ای که اونجا باشه یه وقت کمکاری هم نشده باشه جنگ‌های داخلی در انگلستان خودش از اتفاقای خیلی مهم این قرن 17 آتشسوزی بزرگ لندن هم در 1666 بخش بزرگی از لندن از بین میره چین در همین قرن 17 که تایوان رو میگیره و ملحق میکنه به خودش تایوان یک پادشاهی جدایی بوده درباره چین و تایوان و وضع امروزشون مجادیه گفتیم لینکش رو این بالا میتونید ببینید دانشگاه هاروارد در کمبریج ماساچوست در بوستون در همین قرن بنیان گذاری میشه اولین دانشگاه آمریکاست اینم مهمیه. با پرستیش ترین دانشگاه دنیا هم هاروارد اولین سالن اپرای دنیا در قرن 17 ساخته میشه در وین نظر فرهنگی اروپا عصر باروکه شاید یه بار درباره این عصرهای فرهنگی مختلف اروپا هم صحبت کردیم در دنیای علم چه خبر قرن 17 سلول رو زیر میکروسکوپ در میانه این قرن میتونن ببینن نیوتن کتاب پرینسیپیاش رو در 1687 مینیویسه نسخه اولش رو از مهمترین کتابهای تاریخ علم این یه مدت البته طول میکشه که مثلا قشنگ همه میپذیرنش و جا میفته ولی میگن اواخر قرن 17 دیگه در دنیای علم اون روز کسی شک نداشت که با این کتاب نیوتن اتفاق بزرگی افتاده قوانین حرکتی نیوتن شد پایه درک ریاضی ما از حرکت و از جاذبه سه تا قحطی خیلی بزرگ ثبت شده در قرن 17 در روسیه در فرانسه و در فنلاند اتفاق بسیار مهم دیگری که توی همین قرن 17 میفته کشف باکتری کشف باکتری درک ما رو از مریضی و بیماری و جرم و اینا عوض کرد محاسبه سرعت نور توی این قرن حسابان حساب دیفرانسیل و انتگرال اینا هم از دستاوردهای علمی اروپاست در قرن 17 و مرور اصلا همین دستاوردهای علمی پایه‌ای باکتری سرعت نور قوانی این نیوتون اینا نشون میده که فاصله بین اروپا و شرق داره از کی زیاد میشه دیگه همچنان البته دنیا پر از جنگ چه اروپا چه بقیه دنیا گفتیم اروپا 95 سال از 100 سال این قرن جنگهای خانمانسوز داشته اما لای همین جنگ ها در خلال همین جنگ ها قدم های خیلی بزرگ و بنیادی علمی هم داره برداشته میشه البته اثرات این شتابگیری رو در قرنهای های بعدی میشه دید قرن 17 که تمام میشه در ایران صفویه دیگه رو به زواله ایران در آستانه یک دوران پرتلاطم جدیده که اونم یک قرنی طول میکشه حالا درباره اون صحبت میکنیم بقیه دنیا هم چه دنیای اسلام چه بقیه دنیای قدیم خیلی خلاصه گفتیم توشون چه خبر بوده چی شد در قرن 17 دیگه قرنی که اتفاقات بسیار اساسی توش میفته قرن 18 قرن 17 مقدماتشه و تقریبا بارقه های اینکه هر طرف دنیا چی میخواد بشه از همین قرن 17 معلومه ما قبلا تو این کانال درباره قرن 16 هم صحبت کردیم داریم از 1500 میایم همینطوری جلو برسیم به زمان حاضر این کانال یوتیوب بی پلاس من علی بندری هستم مخلص شما سابسکرایب زنگوله معرفی به بقیه اینا بهترین کمک شماست به ما هم خوشحالمون میکنه هم بهمون روحیه میده و هم واقعا کمکمون میکنه کمکمون میکنه که کارمون رو بتونیم با برنامه ببریم جلو و شما رو هم خوشحال کنیم دم شما گر. علی بندری کانال یوتیوب بی پلاس